تموم داشته. ولی خب خواهش میکنم بخواد. این شما هم خدمت همی عزیزان ببخشید، خیلی خوش اومدید. داشته باشید سوال پرسیدن آیا توی دین ما چیزی به نام نون کسی رو بریدن وجود داره یا نداره. مثالی که زدن یه مثال اینه که اگر یه نفر یه مغازه‌ای رو داره، یه خونه‌ای رو داره، یه جایی رو کرایه کرده و شما اون مغازه رو میخواید، یه خونه رو میخواید، یا و میرید پیش صاحب اون مغازه، صاحب اون خونه و بهش میگید که موقعی که اینجا کرایه ایشون به اتمام رسید من میخوام بگیرم اینو، و به اصطلاح یه جوری از چنگ یه نفر دیگه اینو در بیارید. آیا همچین چیزی همچین موردی توی دین ما حلاخای در موردش گفته شده یا نه؟ عرض کردم که بله حلاخا گفته شده باروخ هشم. دین ما حفق با و حفق با دکولا با همه یه موارد رو در نظر میگیره. این گمارا توی مسخه بابا بطرا و مسخه قیدوشین روش صحبت میکنه. یا جنبه های مختلفش اسمای مختلف داره. یا آنی محفق به خراره، یا اسمش، یا حساگت گبول اسمش، به هر صورت بستگی به حالت مختلف داره. و اونجا و همینطور شورخانه روخ توی خوشن میشباد روش حلاخه داره. با میداشم میتونیم به نهی صحبت کنیم روش که موقعی. من خب جنبه های مختلفش هم که عرض کردم جای مختلف و اسمای مختلف داره. یا یورد که ده خیاب، این هم یه جمله دیگه، یه عبارت دیگه است در موردش که این نکته رو میگن. آره با میداشم چشم. اوکی الان حساب سوالی که برای امروز هست و قرار شد صحبت کنیم، درخواست کردن که صحبت کنیم در مورد بیکت الوانا یه مقداری، که چرا بیکت الوانا خانوما معاف هستن. البته بیکت الوانا رو ما قبلا صحبت کردیم بخاطر که پرسیده بودن که اصلا این چه موردیه که ما بیایم و بریم روی ماه براخا بگیم و یه جورایی خصم شالوم قیافه بت پرستی نداره و صحبت کرده که نه نداره، به خاطر اینکه اینجا ما کاری به ماه نداریم، ما فقط داریم براخا روی سازنده ماه میگیم که خداوند ما رو برای ما آفریده. همونطوری که موقعی که یه نفر عجایب دنیا رو میبینه یا رعد و برق رو میبینه یا میشنوه روش براخا میگه، همونطورم موقعی که ما ماه یا خورشید رو ببینیم سالی 28 سالی یه بار روی این براخا میگیم. و اون مسئله من روی صحبت کرده بودیم. سوالی که پرسیدن اینه که چرا خانوما از این میسوای معاف هستن. جواب اول ساده این مورد اینه که خانوما معاف هستن چون هر میسوت اثر شهز من گراما خانوما پاتور هستن. هر میسوایی که وابسته به زمان هست، نه وابسته به موقعیت، وابسته به زمان. اینجا هم میسوای بیکت الوانا وابسته به زمان معینیه، یعنی ما فقط میتونیم از اول اول که چه ارز کنم، ما فقط از موقعی که ماه هفت روز از پدیدار شدنش گذشته از اون موقع براخا روش میگیم تا 15 روز گذشته. و بنابراین چون که فقط یه زمان معینیه که ما این میزوه رو انجام میدیم، این میزوه های وابسته به زمان هست و خانوما پاتور هستن.
روی این گمارا توی مسخر سنهدرین به این نکته اشاره میکنه که آیا زنا براخا میگن یا براخا نمیگن. گمارا میفرماید یه لحظه مخیرا گمارا اونجا سوالی داره که براخایی که ما میگیم روی ماه نسخهش چجوریه؟ چه نسخه ما استفاده میکنیم؟ امر رب اخو رباشی، رب اخو بر رباشی گفت به معرابا مبارخی باروخ مخدش خداشی. تو معرابا فقط یه جمله میگن باروخ تا هشم رو که نمیره خوالم مخدش خداشی، یه جمله مال ما تورانی تر. البته عمله رب آشی به رب اخا گفت یه های این براخه رو ناشه دیدان نامی مبارخی، زنهای ما هم این براخه رو میگن. این جمله بیگه دلوانا بیشتر از این جمله است، چون اگه فقط این یه جمله بود خانوم هم این جمله رو میگن معمولا. بنابراین منظور از بیگه دلوانا طولانی تره. مگه ما را نسخه کاملش رو میاره همونجور که ما میگیم اشر به معمار و بارا شخاقیم بخوله بخوله داره همینطور تا آخرش که بارو خب تا اشره مخدش خودش. پس میبینیم که ماره یه جورایی داره اشاره میکنه که یه براخایی بوده که خانوما مختصر که خانوما میگفتن. اینه که ماره میگه اون بارو خب تا اشره ارو کنو ملخ آولم مخدش خودشیم، یه جمله. اونو زنها هم دارن میگن. و به نظر میاد که خانمای براخای اینجوری میگفتن. پس سوال دوباره برمیگرده که اگر این براخای براخایی که زمان گرامه هست چرا خانوما نمیگن. سو مفارشیم روی این اینجوری توضیح میگن که حقیقتا این یه براخایی شهر زمان گرامه، براخایی که وابسته به زمانه، میسوایی که وابسته به زمانه و خانوما پاتورن. با وجودی که خانوما پاتور هستن ما میدونیم که خیلی از میسوایی دیگه هست که خانوما پاتور هستن و اونو به هر صورت انجام میدن. جورای مختلف مثلا ما میدونیم که به اصطلاح فرض کنید توی سوکا لازم نیست که خانوما بشینن، خانوما از میسوای نشستن در سوکا معافن. چرا؟ چون میسوای نشستن در سوکا زمانه، وابسته به زمانه، خانوما معافن ولی با وجود این میشینن، میسوا رو انجام میدن. و اینجا هم همین جوریه، چرا نکنن همچی کاری؟ یا میدونیم که خیلی از خانوما میان کلیسا که شفار بشنون، نواختن شفار رو بشنون با وجودی که معافن. میدونیم خانومایی هستن که لولا و اتروک رو میگیرن و تکون میدن با وجودی که معافن، چون با وجودی که معافن دوست دارن توی میسوای مزدکی بشن و بنابراین انجام میدن. حالا بیکت البالا چی تو؟ اونو که معافن انجام بدن یا انجام ندن؟ چه اشکالی داره انجام بدن؟ اینو ما میدونیم که حتی میتوهایی که خانمان معاف هستن که انجام بدن اگر بخوان انجام بدن میتونن انجام بدن ولی روش براخه نمیگن. مثلا
خانومی که دوست داره ببخشید، خانومی که دوست داره برخای خانومی که دوست داره توی سوکا بشینه، برخای نشه با سوکا رو نمیگه. خانومی که دوست داره لولب و اتروک رو تکون بده، برخای لولب و اتروک رو نمیگه. این ما میدونیم که مخلوقت ماران و رما هست، مخلوقت رمبام هست و تصافت توی گمارا که خانم هایی که از یه میسوا معافن و میخوان میسوا رو انجام بدن، آیا روش میتونن برخا بگن یا نه؟ از میسوا معافن ولی میخوان خودشون رو موظف کنن و انجام بدن، آیا میشه رو میسوا برخا بگن یا نه؟ رمبام ماران توی شرخان روخ میفرمایند که نه، درست نیست که برخا بگن، میتونن میسوار رو انجام بدن، برخا نمیگن. تصفوت و رما توی شرخان روخ میفرماید که میتونن برخا بگن. خانم های اشکنازی برخا میگن، خانم های سفاردی بعضی ها برخا میگن، بعضی ها رسم نه برخا نمیگن، بعضی ها رسم دارن که برخا بگن. حالا که پخیم میاره که خانوما برخا میگن، رسمه که برخا میگن. بنابراین طبق عرب کف خیم، خانومی که میخواد لولاب و اتروک رو تکون بده میتونه برخا بگه، طبق عرب کف خیم. طبق مروبدی هم برخا نمیگه. این محروقته هست. اینجا هم همین جوریه، اینجا هم همین نکته وجود داره که طبق هروبدیا یا طبق ماران اگر برخا زن نمیگه روی میسواهایی که موظف نیست و میخواد به هر صورت انجام بده، بیکت علیوان هم همین جوریه. بیکت علیوان هم برخاست، کلن برخاست، که جوری میتونه خودش رو موظف کنه که برخا بگه؟ چون این خانومه اگر لولا و اتروک هم میخواست تکون بده برخا نمیگفت. حالا بیاد برخای ماه بگه، درسته که میخواد خودشو زمیمه یه میسوا بکنه، موظف نیست، میخواد انجام بده، چجوری برخا بگه؟ چجوری بگه باروخ حتی هشمی رو کنو منه خوالم؟ این یه مبحثی هست بین پسخیم و بعضی از پسخیم میفرماین که به همین دلیل خانوما حتی اگرم بخوان، حتی اگرم بخوان برخای ماه رو نمیتونن بگن، چون مثل هر میسوه دستش از من گرامای دیگه که خانوما برخا نمیگن روش اگه وقتی انجام میدن، اینجا هم برخا نمیگن روش وقتی انجام میدن. بنابراین چون که خود میسوه برخایه پس نمیگن. این یه سری از پسخیم میفرماین. یه سری از پسخیم دیگه میفرماین که نه اینجا فرق میکنه. یعنی چه خانوما برخایی که میسفت ازش از من گرامای نمیگن؟ موقعی که اشرقی دشانو به میسفتاب و سیوانو باشه. چرا یه خانومی نمیتونه بیاد و برخا بگه روی اتروک و لولاب؟ اتروک و لولاب رو برن که هره میخواد تکون بده، داره میسوا رو انجام میده و به خاطرش مزدم میگیره، چرا برخا نمیگه روش؟ به خاطر اینکه چجوری خانم بیاد بگه اشرقی دشانو به میسواتاب و سیوانو، خداوند به ما دستور داده، ما به ما زنا دستور داده که لولاب و اتروک انجام بدیم، هشم دستوره نداده، ما رو موظف نکرده. پس اینا دلیلی که نمیتونن برخا رو بگن، چون برخاه لفظش درست نیست براشون. بیان بگن اشرق نشانو به میز متاب سیوانو لشه و سوکا، خداوند ما رو موظف کرده که توی سوکا بشینیم، ما زنا موظف نکرده. پس چجوری میتونن این براخر رو بگن؟ اینه که نمیشه براخر رو گفت. ولی اگر براخر لفظش چیز دیگه است،
لفظش لفظ تسبیح، لفظ تمجید خداونده. باروخ حتا اشم رو که نمیلخ اولم، خداوندی که اشر به معمارو باراش بخاقیم که با گفتار خودش آسمان ها رو به وجود آورد و به روح خفیف گل سبعان و با به اصطلاح بخار دهانش، گفتار دهانش تمام کهکشان ها رو به وجود آورد. بخونه 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 باروخ حتا اشم، خداوند متبارک باشه که چی؟ مخدش خداشین هر ماه ماه رو تجدید میکنه. این براخا گفتنه اشل قیدشان رو به میسفتا به سیوانو نیست که خانوما نتونن بگن که بگن به ما دستور داده و جمله غلط باشه. مده خداونده، همه میتونن مده خداوند بگن. بنابراین این بیکده شیوخ به حساب میاد و به عنوان بیکده شیوخ فرقی بین خانوما و آقایون نداره، خانوما هم میتونن براخا بگن. درسته که وابسته به زمانه و خانم ها معاف هستن، ولی اگر بخوان بگن براخه رو هم بخوان بگن مسئله نداره. مثل براخه های میسوه های دیگه نیست که اونا عشقید شانو به میسوه تا به سیوانوه که خانم ها نمیتونن بگن. اینجا شبخه، خانم ها میتونن بگن. پس یه ده عقیده دارن که این میسوه های دیگه که نمیشه روش براخه گفت، اینو هم خانم ها نمیتونن بگن. یه دقیقه دارن که نه اینجا این براخه فرق میکنه، خانوما میتونن بگن. یه دم مثل اشکنازی ها که روی میسوه های معمولی براخه میگن، حتی روی اترگ و لولاب هم براخه میگن، روی سوکا هم که میشینن براخه میگن، اینجا هم براخه میگن. پس اینجا سه محلق وجود، سه حالت وجود داره، سه تا شیتا، سه تا نظریه وجود داره. یه نظریه که این زنایی که معمولا براخه نمیگن روی میسوه های دیگه، اینجا هم نمیتونن بگن. یه عده میگن نه، درسته که زنها جای دیگه براخه نمیگن، اینجا میتونن بگن اگه بخوان. یه عده میگن که زنها جای دیگه هم براخه میگن، صد البته که اینجا هم میتونن براخه بگن. این مخلوطه وجود داره. بنابراین طبق اشکنازی ها قاعدتا خانوم ها میتونن براخه بگن. طبق سفارادی هم بحث وجود داره که میتونن بگن یا نه. حلوبدی عقیده دارن که خانوما اجازه ندارن براخه بگن، حتی اگرم بخوان اجازه ندارن. چرا؟ چون مثل میسوهای دیگه طبق ماران نباید براخه بگن. بعضی عقیده دارن که نه، با وجودی که خانوما میسوهای دیگه رو براخه نمیگن، اینجا میگن. این سه حالته. ولی سوال آقای مرجو روی این چیزایی که من گفتم نیست. ایشون از جای دیگه سوالشون آب میخورد. ایشون شنیدن، من یقین دارم اینجوری شنیدن، که میفرمایند که خانوما نباید براخای ماه رو بگن به خاطر اینکه حتی طبق اشکنازی ها، حتی طبق اونایی که معمولا براخا میگن روی میسوهای دیگه، اینجا براخا نگن. چرا؟ چون یک تضادی وجود داره بین خانم ها و براخای ماه گفتن، و به خاطر این تضاده نباید براخا بگن. این سوالیه که فکر کنم آقای مرجو از این، یا این نکته ای که از اینجا سوالشون شروع شد، که یعنی چه تضادی وجود داره بین خانم ها و براخای ماه رو بخوان بگن. این نکته رو بزرگان روش میارن، میفرمایند که من دو تا مورد رو بگم که سوء تفاهم نشه. بعضی عقیده دارن که خانوما بهتره که اگه میخوان بیکتر بانا رو بگن
از کس دیگه بشنون و یوسف بشن، خودشون نگه. این لمعصه بعضی عقیده دارن که همچین اینجوری درست داره. یه عده عقیده دارن که به صورت کلی بالکل خانوما نباید بیگدربان رو بگن. چرا؟ به خاطر اینکه آره و خیدا میفرمایند از قول عرب شنل خدا برید، عرب شلاح خودش، که اینی که ماه حالتهای مختلف رو پیدا میکنه توی آسمان و بزرگ و کوچیک میشه، این یه جورایی در رابطه است با گناه آدم آریشون. و گناه آدم آریشون باعث شد که ماه به خاطر اون عواقبی که این گناه به دنبال داشت، تأثیری که روی دنیا گذاشت، باعث شد که ماه اینجوری عوض بشه. و بنابراین چون که خانوما باعث این گناه آدماریشون شدن و این یک نشونه از گناه آدماریشون، بنابراین نباید این خانوما این براخه رو بگن، چون خانوما دارن براخه میگن روی حالتهای مختلف ماه و همچین چیزی یادآوری گناه آدماریشونه که خوا باعث و بانی اون بود، بنابراین براخه نمیگن روش. این البته توی گمارا نیومده همچین نکته ای، و این نکته ای هست که به فارسیم توضیح میدن بر اساس قبالا و میگن به خاطر همین خانوما به هر صورت این براخه رو نمیگن. چه ربطی داره حالتهای مختلف ما به گناه آدمانیشون؟ ببینید اگر توجه بفرمایید، بعد از بیکت البانا ما یه جمله میگیم، جمله رو از پاسخ نویه به آیا اوران البانا که اورخما، در آینده نور ماه مثل نور خورشید خواهد شد. به اورخما یه شیواتاییم و نور خورشید قوی تر خواهد شد. یعنی چه نور ماه مثل نور خورشید خواهد شد؟ یعنی اون کمبودهایی که ماه الان طی میکنه اینو طی نخواهد کرد. ببینید دنیایی که ما امروزه داریم با دنیای قبل از گناه آدمانیشون فرق میکنه سیستمش. دنیای امروزه درش خراب شدن وجود داره. شما اگر یه گندم میکارید، برای اینکه این گندمه به وجود بیاد باید گندمه فاسد شه زیر زمین تا به وجود بیاد، تازش رشد به وجود بیاد. اگر آدمی میخواد به تکامل اصلیش برسه باید فوت کنه و بعد زنده بشه. به خاطر همین ما تخییت هم میتیم داریم. آدم توی حالت فعلی که داره به تکامل کامل نخواهد رسید. حتی مشرب به نو هم باید فوت کنه و دوباره زنده بشه. و یا مدشان مشه عبدشه. حتی ابرام و یعقوب هم باید فوت کنن و بعد دوباره زنده شن. و گمارا میفرماید همه اینا قبل از اینکه زنده شن بدنشون به خاک تبدیل میشه. کی آفارتا به آفارتا شوف. تمام اینا بعد از گناه آدم آریشون، که برای اینکه یه چیزی برسه به کمال اصلیش باید افت داشته باشه در یک زمانی. عرض کردم مثل گندم. حتی نطفه ایم که یه بچه ازش به وجود میاد، میشنا به این نطفه میگه تیپا سروخا، نطفه ای که فاسد شده. فاسد نشده،
بچه ازش به وجود میاد، ولی یه جورایی حالت فاسد شده میشنه بهش نگاه میکنه، چون اگه فاسد نشه ازش اون چیزی که باید به وجود بیاد به وجود نمیاد. پس برای هر پیشرفتی باید قبلش یک افتی باشه. التیسمخی او یفتیلی که نفردی قمتی. خنده میفرماید توی شیرایی که می نویسه خوشحالی نکن دشمن من به من کی نفردی قمتی. میفرمایند این جمله کلماتش رو داری پس و پیش باید با جای درستی نیست. یعنی چه؟ جمله چی میخواد دیگه؟ مضمون جمله چیه؟ ای دشمن من به من خوشحالی نکن که افتادم، چون بلند شدم. اگر دو نفر دارم من یک کشتی میگیرم و یکیشون میفته و اون یکی داره خوشحالی میکنه، خوشحالیه زودگذره، چون اون طرف بلند شد، باید تا ده بشمارن نتونه بلند شه. اگه بلند شد خوشحالی نداره، بلند شده. پس ارتیس میخوای یفتیدی که نفرتی، خوشحالی نکن که من افتادم، چرا؟ چون بلند شدم. این مضمون جمله است، چون بلند شدم، زیرا بلند شدم. خوشحالی نکنی که من افتادم، چرا؟ نه، چون بلند شدم. پس زیرا چون باید قبل از کلمه بلند شدن باشه. جمله ما اینجوری نمیگه. التیس میخی او یفتیلی کی نفرتی قمتی. باید بود میگفت التیس میخی او یفتیلی چه نفرتی، خوشحالی نکن که افتادم، کی قمتی، چون که بلند شدم. نمیگه اینجوری، میگه التیس میخی او یفتیلی کی نفرتی قمتی. چونش کو؟ زیرای کو؟ میفرمایند پسو داره اشاره میکنه بیشتر. میفرماید التیس نخی او یفتیلی کی نفر، التیس نخی او یفتیلی، خوشحالی نکنه دشمن من کی نفرتی قمتی، چون که افتادم بلند شدم. تو دشمن من فکر میکنی که اگه افتادم شکست خوردم، برعکس، چون که افتادم بلند شدم. التیس نخی او یفتیلی کی نفرتی قمتی، چون که افتادم بلند شدم. تو فکر میکنی که این که من افتادم به نفع توه، برعکس، چون که افتادم بلند شدم. چون پیشرفت از شکست میاد، چون که شکست خوردم یاد گرفتم و پیشرفت کردم. شه و یپول صدیق وقام، یه صدیقی هفت دفعه میفته تا بالاخره بلند شه. پس دنیایی که ما درش هستیم اینجوریه که شکست است که کمک میکنه به آدم پیشرفت کنه. تخمه است که زیر زمین فاسد میشه تا رشد کنه. نطفه است که تیپا سرو خواهه تا ازش بچه به وجود بیاد. اول شکسته، اول افته، تا بعدش پیشرفت و برخواستن باشه. این دنیای ماست، ولی این دنیای از اول آفرینش اینجوری نبود. از اول آفرینش لازم نبوده که این نفر شکست بخوره تا پیروز شه، همون جوری پیروز می شده. لازم نبوده که یه گندم زیر زمین فاسد شه تا ازش خوشه گندم به وجود بیاد. تا می کردن زیر زمین خوشه در می اومده همون لحظه. لازم نبوده که نطفه توی بدن یه جورایی حالت فاسدی به خودش بگیره تا بچه بشه. تا زن و شوهر با هم بودن بچه به دنیا می اومده، از تولید به مصرف بسته همون جا جا به جا فاسد نمی شده. کسی قرار نبوده بمیره تا بعدش تخلیه همه تیم داشته باشه، قرار بوده زنده باشن تمام مدت. پس این افته یه افتیه که بعد از گناه آدم و حوا به وجود اومد، سیستم عوض شد. ماه نشون دهنده این سیستم است، حالت‌های مختلف ماه که ماه هی بزرگ میشه، از کوچیکی بزرگ میشه، بزرگ میشه،
بعد کوچیک میشه کوچیک میشه کوچیک میشه، بعد میبینیم نیست، رفت، تموم شد، از بین رفت. همون موقعی که ما فکر میکنیم که از بین رفت، دوباره ماه جدید به وجود میاد. روی این ما براخا میگیم باروخ حتا هشم مخدش خداشیم، خداوند ماه رو تجدید کرد، انگار از نیستی به هستی آورد. ماه سمبل این موقعیت است که آدم دل سرد نشه، آدم ول نکنه. اگه دید توی زندگی داره شکست میخوره، اگه دید داره افت میکنه، ول نکنه، دل سرد نشه، مایوس نشه، بدونه که بعدش دوباره پیشرفت خواهد کرد. این افته، این پایین رفتنه، یک قسمتی از زندگی آدمه، قسمتی از پیشرفت آدمه. مخصوصا قوم ما تمثیل شده به ما توی بیکده حلیبان هم همینو میگی چی گم هم عتیدیم که رید خدش که متا، ما هم در آینده مثل ماه تجدید خواهیم شد. قوم ما هم بالا و پایین داشته، پستی و بلندی داشته. یه دوره بود که به تمیقداش داشتیم، یه موقعی بود که دوگالود رفتیم، بالا رفتیم، پایین رفتیم. قوم ما اینجوریه. آدم نباید ناامید بشه، نباید فکر کنه که حالا که افت هست پس گیخ تموم شد خست بشم. اینجوریه، این سیر دنیاست. نباید از شکست دل سرد شد. این نکته ماهه، این پیغامیه که حالتهای مختلف ما برای ما داره. متا این حالتها که به وجود اومدن بعد از گناه آدماری شد، کی باعث شد؟ خوا. بنابراین خوا نباید روی این، یا خانم ها نباید روی این پستی و بلندی هایی که خوا باعث اون شد مد خداوند رو بگن. درست نیست، انگار دارن خوشحالی میکنن بابت کاری که انجام دادن. این نکته ای هست که میفرمایند که بنابراین حتی طبق اشکنازی ها که خانوم ها روی میسوه های دیگه براخا میگن، بیکت الوانه رو نمیگن. فکر کنم منظور اوی مرجو این بود که این نکته گفته بشه، توضیح داده بشه. این توضیحش که با داره. ممنون، خیلی عالی و خوب بود. محبت نمونه، حالا که تا اینجا رسوندیتش، چرا ما در ارتباط با مثلا بیکت براخای خورشیدی که میخوایم بگیم که همه طول میکشه بخوایم بگیم، ولی بیکت الوانه رو بهش اهمیت میدیم در حالی که مثلا بگیم ما اون نور خودش از خورشید داره میگیره. و حالا یه مسئله هم هست که راشی میاره در ارتباط با ماه و خورشید و اون آدم غرور و تکبری که ماه میخواست نسبت به خورشید داشته باشه، به خاطر همین نورش گرفته شد، کمتر شد. ولی با این هم بوجود به خورشید قباحتی که باید بدیم نمیدیم. که مثلا حالا مثلا 28 سال بگذره تا ما مثلا حالا یه نفر تو عمر خودش بدونه دو بار سه بار مثلا برای بیرکت حالا خمار بتونه بخونه، اگه محبتی کنید که این کامل بشه مبحث. ببخشید من فکرم آقای مرجو سوال رو پرسن آقای قرام زاده. ببخشید فرق نمی کنه، همه یکی هست. بارو خشم انشالله عرشه همه تون رو پشتیبان باشه و همه تون رو پادرجو نگه داره، 120 سال همه تون رو توفیق بده و واقعا همه تون باعث افتخار هستید. بارو خشم. ببینید دلیلی که ما براخای خورشید رو 28 سال یه بار میگیم برای اینه که ببین خورشید فرقی نمیکنه. خورشید تغییری درش به وجود نمیاد. بنابراین اینجوری نیست که بخوایم روش اون براخا رو روی تغییراتش بگیم. معمولا براخایی که خخامیم تعیین کردن روی چیزهای مختلف به عنوان مدح گفتن بیر خودش شه وقت خخامیم تعیین کردن روی اون نوآوری که اون مورد داره. به اصطلاح شما اگر بخواید برید یکی از عجایب دنیا رو ببینید، مثلا اقیانوس رو ببینید، میرید پای اقیانوس، میخواد اقیانوس رو ببینید و براخا میگید روش، روی اقیانوس، مالا هر براخایی که هست، قصه محصه برشید ایمان دادوله، حالا هر جوری که هست، نمیخوام الان وارد شم. اگر
30 روز یه بار اینو ببینید براخا میگید، ولی اگر هفته یه بار میبینید دیگه براخا نمیگید. یه بار که گفتید دیگه براخا نمیگید. چرا؟ چون براتون جدیدی نداره. پس چیزایی که دائمی هست، ما فقط اگر 30 روز یه بار اونا رو مشاهده کنیم براخا میگیم. چیزایی که دائمی نیست، مثل رعد و برق، رعد و برق دائمی نیست. این نیست که الان همیشه رعد و برق وجود داره. اگه ابری باشه، اگه رعد و برق بیاد رعد و برق هست، اگه نه نه. چیزایی که دائمی نیست، هر دفعه که اتفاق میفته ما یه بار براخا میگیم. بنابراین اگر الان ابری شد، رعد و برق اومد، براخا میگیم. تا موقعی که ابرا نرفتن، ابرا هنوز اونجا هن. چند روز بارونیه، حالا هی دوباره رعد و برق میاد، براخا نمیگیم. اگر ابرا پراکنده شدند و بعد دوباره ابری شد، براخا میگیم. حالا یعنی حتی توی یه روزا، توی یه روز صبح ابری شد، رعد و برق شد، مثل بهار، من براخا گفتم. بعد آفتاب شد، ابرا رفتن، دوباره بعد از ظهر عصر ابری شد، دوباره رعد و برق، دوباره براخا میگم. توی یه روز دوبار. چرا؟ چون این رعد و برقه اون رعد و برقه نیست، این ابره، این سیستمه، اون سیستم قبلیه نیست، براخای خودشو میخواد. اگه من دریا رو دیدم روش براخا گفتم، بعد رفتم فرض کنید قله دماوند دیدم، بعد روش براخا بگم، یا کوههای آلپ اروپا رو دیدم روش باید براخا بگم، همون روزه همون براخاه، اشکالی نداره. این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است. پس اگر یه چیزی مرتبا هست 30 روز یه بار، اگر مرتبا نیست میاد و بعدش رنگین کمان پدیدار میشه، بعد دوباره میره، بعد دوباره برمیگرده، دوباره به آدم براخا میگه، پدیده جدید، دوباره آدم براخا میگه. این براخای شیوخ. یه چیز دیگه هست که درسته که وجود داره، ولی خب عوض میشه. این ماه، ماه وجود داره ولی خب عوض میشه. این ماه با ماه دیگه انگار دو تا ماه مختلفه، همون ماه، همون کره هستن، منتها دو تا حالت مختلفه. این ماه با ماه دیگه ما براخا میگیم، حتی اگه یک ماه هم فاصله نباشه بینش. متوجه این؟ فرض کنید من این خودشه، این ماهه، من روز 15 ماه 14 ماه بیرکت علوانا گفتم، دیر گفتم، وقت نشد، ابری بود، دیر گفتم، یعنی گفتم ولی آخرای زمان گفتم. ماه دیگه زودتر میخوام بگم، سر موقع البته، زودتر روز 8 میخوام بگم. از این براخای تا براخای ماه قبلی فقط 22-23 روز وقته، 24-25 روز فاصله است، نه یه ماه، اشکال نداره. این دوتا ماه مختلفه، روش باید براخو گفته بشه. خورشید اینجوری نیست، خورشید همیشه هست. اینه که همیشه هست براخو نداره، ما همیشه میبینیمش، هر روز میبینیمش، همون خورشید است، فرقی نکرد. بنابراین روی خورشید براخو گفته نمیشه به صورت معمولی، مگر 28 سالی یه بار. چرا؟ چون خزال میفرمایند که حالت خورشید و تمام منظومه ها، منظومه های مختلفی که هست و سیاره و ستاره ها، اینا اون زاویه هایی که با هم دارن، موقعیت هایی که با هم دارن، مرتبا متغیره، چون همشون در حال گردش هستن، تمام این سیاره ها و ماه و زمین و منظومه شمسی و همه چی دارن با هم میچرخن. اینه که حالت های اینا با هم دیگه هر روز فرق میکنه. 28 سال یه بار همشون تنظیم میشن دوباره، مثل اول کار که اون حالت رو داشتن، اون موقعیت اولیه‌ای که داشتن 28 سال یه بار برمیگرده، دوباره هی موقعیت به هم میریزه،
هم که نمیرزه اون حالتی که نخواهد بود تا دوباره همشون 28 سال دیگه تو همون حالت قرار بگیرن. پس حالت اولیه فقط 28 سال یه بار اتفاق میفته و رو اون اتفاقه که خداوند اینها رو در مدار اولش گذاشته، اولی که خداوند به اصطلاح این سیستم رو روشن کرد. چون اینا بر میگردن به اون حالته، رو اون حالته ما براخا میگیم، چون اون حالته تجدید میشه، حالت اولیه 28 سال یه بار. بنابراین براخای خورشید رو اینجوری تعیین کردن، ما روی اون براخا میگیم. یه براخایی رو خخامیم جدا تعیین کردن برای لذت بردن از خورشید، لذت بردن از خورشید. براخای نهنین نیست، بره پریهایست، بره پریها آدم ها نیست، ولی ما بیان میکنیم تشکر از خداوند بابت اون موهبتی که به ما داده. موهبت وجد فهم میکنه موقعی که من براخای ماه میگم، هر ماه روی موهبت ماهه نیست، روی اینه که بزرگی خداوند که این تجدید شد دوباره. رعد و برق که میاد، من روی موهبت رعد و برق براخا نمیگم، روی شگفتی از بزرگی خداوند براخا میگم. مد خداوند او دول هشم کیتوب کیلونام خستم، رو بزرگی خداوند. من موقعی که قله دماوند رو میبینم یا کوه آلپ رو میبینم، روی موهبتی نیست که میخوام براخا بگم، رو بزرگی و شگفتی خداوند براخا میگم. خورشیدم 28 سال یه بار اینجوریه، ما هم ماهی یک بار اینجوریه، منتها روی موهبت خورشید و موهبت ماه که شبا به ما نور میده، ما هر روز براخا میگیم پارو خطا اکشم الوکنو منه خوالم یوتسر اور او بوره خوشخ. بخونه بخونی باروخ حتی هشم یوتسر همه اوروت. خداوند کسیه که این نورها رو برای ما آفرید. این براخاییه که ما هر روز میگیم روی موهبت نورهایی که خداوند آفرید. پس روی خورشید و ما دو تا براخا میگیم، یکی روی اون بهره برداریه، یکی روی اون شگفتیه. شگفتیه ما یه باره، خورشید 28 سال یه باره. روی استفاده بهره برداریه هر روز ما براخا میگیم. شبو دارم، ممنونم. خانم‌ها هم برای براخای خورشید میتونن بخونن؟ حالا با توجه به وضعیتی که میگیم، حالا اون داستانی که در ارتباط با حل لبانا هست در مورد خما نیست، خانم‌ها میتونن براخای خورشید رو بخونن هر 28 سال یه بار، یا اونم ما پسن چون بگیم میسوای حزمن گرام است؟ این بحث خیلی جالبی از اونجا، نمیخوام وارد بشم خیلی طولانی میشه، بحث خیلی جالبیه که آیا اونم حزمن گرام به حساب میاد یا نه. ببینید چیز خورشید زمانی نیست، موقعیتیه. این موقع اینجوری میشه، این نیست که باید حتما 28 سال باشه و نه 29 سال یا نه 27 سال، باید این موقعیت به وجود بیاد تا ما براخا بگیم. به عنوان مثال رنگین کمان، اگر رنگین کمان کامل نباشه، بعضی از پستی میگن براخا روش نمیگن، اگه یه قوس خیلی کوچولوی رنگین کمان یه جایی توی آسمون پدیدار شده، قوس کامل نیست. بعضی از پستی میگن، به این نمیگن کمان، قشت باید باشه. قشت یعنی کمان، نه یه خط کوتاه. رو این براخا نمیگن، خیلی از پستین میگن باید حالته به وجود بیاد تا روش براخا بگیم. پس بعضی میگن اینی که ما روی خورشید 28 سال یه بار میگیم کاری به زمان نداره، کار به حالت منظومه ها با هم دیگه داره. اینجوری میشه 28 سال یه بار، پس کاری به زمان نداره، خانوما میتونن براخا بگیم. بعضی میگن که نه، اینم واقعا وابسته به زمانه، باید حتما 28 سال یه بار باشه، زمانیه، بنابراین خانوما نباید براخا بگن. بحث بزرگیه بینش، بنابراین ما به خانوما میگیم که اونجا هم براخا نگن، با آقایون یوسه میشن معمولا. حتی آقایونم اونجا ما
چیزی که پست که میارم میگم بهتره که یه براخا بلند براخا بگه و بقیه آمین جواب بدن، همه با هم یسته بشن به رفع هم حضرت ملک، اونجوری خانوما هم آمین جواب میدن و یسته میشن جوری که اونجا صحبت میکنن. با امید هاشم ایشالله هاشم زخمون کنه دفعه بعد که این این موقعیت پیش اومد عملا روی صحبت میکنیم. آره ببخشید خدا را خدا ربا میگم در رفت با برخای یسر اور داری برخای مده هشم هست، ولی ما مثلا حالا درسته برخای بیرکت شما اسرائیل خانم ما فکرون میکنیم که بخاطی حالا اینا از شما اسرائیل ما پسند میسرد ازش از من گرام هست، ولی چرا مثلا برخای که دیگه حالا داریم یه سری برخایی که علامات مثلا یسر اور باره خوش نارو داریم میکنیم مده هشم هست یا حد همه همعری براویم که شبو میکنیم، چرا خانم باید مثلا این برخایی که آره مد هشم هست حالا اینا رو ما معافشون کردیم تو این برخایی که اینا رو نخونم در حالی که فقط مد هشم هست، اینا بالاخره از نور استفاده میکنن، از هم از نور لبانا استفاده میکنن، نور صبح استفاده میکنن، اینا هم مثلا بتونن مد هشم رو بگن حداقل تو قسمت ها. بله ببینید من اون موقع اول قسمت اول سال امروز من نخواستم اینو بیارم که پیچیده تر بشه، ولی این دقیقا مرتبطه با حرفی که من اول کار گفتم در مورد بیرکت الوانا. اگه خاطرتون باشه من عرض کردم که سه تا شیتا وجود داره بین پستین، یه عده میگن خانوما براخای میسموت رو نمیگن روی لولا و اتروگ روی سوکا نشستن براخا نمیگن، اینجا هم نباید براخا بگن، این شیتاییه که هارا و بدیا میارن. یه عده ای هم که میگن خانوما روی این میسواهدی براخا میگن مثل اشکنازی ها، خب روی این هم براخا بگن. حالت سوم، یه حالت وسط من عرض کردم و خیلی توضیح ندادم روش، این شیطای وسطیه شیطای هاراب بنسیون ابا شاول هست. ایشون میفرماین با وجودی که خانوما رسم دارن یا بهتر بگم خانوما براخا نمیگن روی میسواهای حضر منگراما مثل اتروگلولا مثل شفار مثل سوکا نشستن خانوما براخا نمیگن، اونجا اشکالش اینه که اون براخاه درش گفته شده اشر قیدشانو به میسواتاب و سیوانو و خولی، خداوند به ما دستور داده، جمله درست نیست، خداوند به خانوما دستور نداده که تو سوکا بشینن لولاب و اتروگ رو بگیرن، پس جمله نمیشه از دهن در آورد، درست نیست. ولی براخای لبانا که بکدشه براخای شوخه چرا خانمو نتونن بگن؟ اینو هارابنسیون میفرمایند در این موردی که شما فرمودید. هارابو بعدی میفرمایند که ببینید خانوما نمیتونن براخای قریت شما رو بگن چون هزمن گرامایه صبح از صبح شروع میشه تا 4 ساعت از روز گذشته، بعضی میگن حتی تا خسوت، به هر صورت بعد از خسوت 100% براخای یوسر اور گفته نمیشه طبق هیچ کسی، پس براخای وابسته به زمانه نباید بگه. ولی اگه خانمی بخواد بگه اجازه داره؟ هر وعده میگن نه. چرا؟ چون خانوما براخاهای میسوای شزمن گرنما رو نمیگن. حالا بنسیون میگن اشکالی نداره بگن اینجا، چرا نمیگن براخای دیگر رو؟ چون اشرقی دشان رو به میسوای طبعه سیوانو داره، این یکیه نداره، این بیرخد اشه وقته خانوما میتونن بگن. بنابراین حالا بنسیون عقیده دارن که براخای یوسر اور رو خانوما میتونن بگن به همین دلیلی که شما گفتید که شه وقت هست. حالا با وجه مخالفم با این میفرمایند که اینجوری نیست و مینهای هم اینجوری نیست، پس نباید دیگه. حالا بخشید در باره اون حد لغت نیرات شبات چی؟ اون هم اشتر قدشانه داره حد لغت نیرات شبات میسوای خانوم هست، میسوای خودشونه داشته باشه کشکال داره، خخمیم خانوم ها رو تعیین موظف کردن به شم روشن کردن برای شبات، میسوای خود خانوم هست. همینطور خنوکا، خنوکا هم میسوازیش از منگرام هست،
ولی خخامیم خانوما رو موظف کردن. بنابراین خانومی که شمع خانوکا روشن میکنه شوهرش خونه نیست، روشن میکنه برخا میگه مگیلا. خانوما موظف هستن به برخای مگیلا. کسی که برای خانوما مگیلا میخونه، آقایون خوندن رو رفتن، خانوما حالا اومدن برای خانوما مگیلا میخونن، برخا میگن رو مگیلا. با وجودی که زمنگرام هست مستا شب مویل پسخ خانوما برخا میگن اشرقی دشان و میسپوتا به سیوان و الاخیلن مسا. با وجودی که زمنگرام هست خانوما موظف هست. میسوا اگه خانوما موظف هستن صد در صد باید برخا روش بگن. پس یعنی اینجور که میفهمم یه چیزای استثناء پس داره. بله. اینا استثناء هاتشه. بله. استثنایی که با وجودی که وابسته به زمانه ولی خانوما معاف نیستن. خانوما موظفن. چون که شما فرمودید برخای مثلا میشه بسته کارشای قدشان رو داره، از اون من گفتم شادی من بخواد چی باشه. بله. درست. سوکا با شب مولد پسخ یا با خنوکا یا پوریم و حتی شب شبات فرق میکنه. اینا میسوایی هستن که وابسته به زمانن ولی موظف هستن. مسا رو تورا اونا رو موظف کرده با وجودی که وابسته به زمانه، ولی تورا خانوما رو موظف کرده به خوردن مسا شب مولد پسخ. باید حتما یک کزعید بخورن و الاخیرا مسا میگن. خخامیم خانوما رو موظف کردن به شمای خنوکا و خوندن مگیلا، چون کل میسوای خنوکا و میغرا مگیلا از خخامیم هست. اینا خانوما رو موظف کردن چون خانوما هم خانوما اصل این معجزه بودن. معجزه پوریم توسط استر شروع شد. استر اصل قضیه بود. خانوما اصل خروج از مصر بودن. این که اسرائیل زخوت پیدا کردن که از مصر میان بیرون زخوت خانوما بود. از خود ناشیم صدقانیوت نیگ الو عبوتنو به مصرعیم. به خاطر زخوت خانوما بود که ما از مصر اومدیم بیرون. اینا مهره اصلی نجات ما از مصر بودن. همینطور توی خنوکا یکی از مهره های اصلی خانمی بود به نام یهودیت که میره و سردار یونانی رو میکشه. چون که این معجزه هایی که برای ما شد مهره اصلیش خانوما بودن، خانوما جزء میسوای هستن، بنابراین موظفن به میسوای و برخا میگن. شب شبات میسوای مخصوص خانوماست. چرا؟ چون شب شبات برای شالوم بعید هست. اصل شب شبات به خاطر اینکه شب روشن میکنن که توی خونه نور باشه و مخصوصا قدیم که چراغ نداشتن نور باشه و مسئله پیش نیاد، صلح و صفا باشه بین زن و شوهر. و خانوما هستن که شالوم میارن توی زندگی. خانومی که با رفتار خودش، با آرامشی که ایجاد میکنه توی خونه، صلح و صفا رو بین خودش و شوهر زیاد میکنه. شوهر میره بیرون اعصابش خورد میشه با این با اون این و اون و میاد خونه، خانم است که اون آرامش رو برای شوهر میاره. یه لیوان آب خنک میده دستش، یه چای میش میده بخوره، یه کمی بهش دلداری میده، تقویتش میکنه، از اون آتیش میاردش پایین و سر و صفا رو به وجود میاره. بنابراین چون که این نقشیه که خانوما، البته من منظور من این نیست که مرد حالا نباید دنبال سر و صفا باشه، مرد بگه پس از این به بعد من اخمو میام خونه، زنم باید خوشحالم بکنه. نه، منظور من این نبود. منظور من این بود که به هر صورت خانومه چون که یه مداری آرامش بیشتری داره، این آرامش رو منتقل میکنه به شوهرش و بنابراین میسوای شمع شبات وظیفه خانوماست. شورخانه روح میفرماید مردم موظف هستن به شمع شبات. اشتباه نشه، مردا هم موظف هستن، منتها میسواه خانوما روش تقدم دارن. یعنی وقتی که ما داریم در مورد شالوم صحبت میکنیم،
مردا هم موظف هستن به شالوم، یادتون نره، مردا هم موظف هستن که صلح و صفا رو زیاد کنن توی خونه. منتها خانوما رو این میسوای تقدم دارند. اخاد ها اناشیم ماران میفرماید. سیمان ریش سامقیمه. چه مردها به اخاد هناشیم، چه خانوم ها خیابیم لیود به باطن نردالوغ به شبات. موظفند که شم در خونشون روشن کنند برای شبات. بعدش ماران میفرماید هناشیم مظهرون با یوتر. خانوم ها روی این بیشتر روشون تاکید شده که این کارا رو انجام بدن. چرا؟ به خاطر خانوما تو خونه هستن، میپنه شمتسویوت و بعید توی خونه هستن، به اسخول به سرخه بعید و مشغولن به موارد خونه. خانومی که موارد خونه رو زیر نظر داره، بنابراین میسوای شم روشن کردنه تقدم اصلیش با خانوماست، چون خانوماست که باید مطمئن باشه تو خونش سر و صفا وجود داره. شالوم، حالا وقت هست من سوال بپرسم یا الان یا هر موقع تونستی، چون رو همین مورد بحثتون هست، یا الان اگه فرصت هست یه جلسه ای برد رو همین مورد که میفهمید، از لفظ میشنا ما اینجور برداشت میکنیم که وقتی میگه ایسرتن ارفتن، یعنی وظیفه اروف ظاهرا وظیفه خانوم هست، چون وظیفه پخت و پز هم به عهده خانوم هست، پس اروف هم باید خانوم ها انجام بدن. پس چرا این وظیفه را امروز آقایون میسپا رو انجام میدن، برخا رو اروف و آقایون میگن؟ مقدمترن ظاهرن ما برداشتمون امروزه، آقایون مقدمن. بله ببینید، این نیست که باید آقایون بگن. این اروه منظور اروه تفشیلی نیست، اروه خسروته و اروه خسروت اونم خانوما میتونن انجام بدن، نیست که مردا بکنن. دلیلی که آقایون میکنن امروزه به خاطر اینکه خانوما مشغولن، مرده کمک میکنه. ولی اینجوری نیست، حتی ترما و مستر هم جدا کردن معمولا خانوما میکنن، به خاطر که خانوما میوه میاد تو خونه، محصول میاد تو خونه، این کارا رو انجام میدن. و اگر مرد میکنه به خاطر داره کمک میکنه. ولی میسوای اصلیه اونجا نه، اصلیه کارایی که خانوما میکنن. دلیلی که امروز مرد انجام میدن فقط به خاطر اینه که خانوما ممکنه یادشون بره، چون اروه تفشیلین اینو در نظر بگیر، اروه تفشیلین مگه چند سال یه بار اتفاق میفته؟ اینه که تو ذهن مردم نیست. اروه خسروت که اروه میکشیدن که بتونن حمل و نقل کنن، هر هفته میکردن. بنابراین خانوما میدونستن که جزء برنامهشون بوده که این کار رو انجام بدن. تازه اونو هم شوهره یادآوری میکنه. ولی حرفتون درسته که این کارایی هست که خانوما معمولا انجام میدادن. پس ظاهرا نخیلا را وقتی پخت و پز به عهده خود خانوما است، وقتی میخوام یادآوری بشه که آقا شما از امروز داری پخت و پز میکنی و ادامهشو در یوم تو ادامه میدی برای شبات، بعد خود خانوما اروب مقدم باشه، اروب تفشیلین. حالا بعد لفظ میشنه اونجا به کنار، اروب تفشیلینی که انجام میدیم خود خانوم بعد انجام میده، که الان داره پخت و پز انجام میده بکنه مثلا. میدونم نه درسته، میدونم اجازه داره. پس چرا وظیفه اول رو مثل شمع شبات نمیذاریم به عهده خانوما؟ مثل شمع شبات که اگه آقا هست مردم هست زنم هست، ولی خانوما بکنم بعد آقایون. بله عرض کردم اینو، من خدمتتون عرض کردم به خاطر ای که این به خاطر شالوم بعیته، و شالوم بعیته اصلش به عهده خانوما است. یه ما رو توی مسخت شبات یه دلیل دیگه هم میده برای همچین موردی، یه ما رو میفرماید به خاطر این که شمع شبات تیقونه خط آدمالیشون هست. شم شبات، شم نشونه نشماست، همونطوری که خوا باعث شد که نشمای آدم از جدا شه، آدم فوت کنه بابت میوه که بهش داد بخوره، خداوند میسوای شم رو یا خخامیم دادن به زنها که یا اونو جبران کنن. اینو گمارو که مسئله شبات می نویسه صریحا که سه تا میسوا رو خداوند یا خخامیم به خواسته خداوند به خانوما چیز کردن، روی خانوما گذاشتن به خاطر تیغونه، به خاطر جبران خط آدماریشون، خلا جدا کردن از نون، نیدا حلاقه های تعارض خانوادگی، و حداقل نرود شم روشن کردن. این ستایه سه مورد مختلف آدمه. آدم گوف داره،
جسم داره، نفش داره و نشما داره، و حوا با این میوهی که به آدم داد بخوره به هر سه مورد لطمه زد، جسم رو از بین برد، یعنی آدمانشون فوت کرد و جسمش توی خاک تبدیل به خاک شد، آفار اتا به آفار تا شوف، جسم باطل شد، نفشش جان زندگیش ازش گرفته شد مرد، و نشماش توی زمین نمون رفت بالا. پس هر ستایه مورد تأثیر قرار گرفتن. بابت هر کدوم از اینا خخامین یه میسوایی به خانوما محول کردن. بابت گوف آدم میسوای خلا رو دادن، چون خلا زن خمیر میکنه، یه تیکه از خمیره رو میکنه میکنه خلا، این خداوند که دنیا رو ساخت یه تیکه از گل دنیا رو گرفت کردش آدمانشون بهش قدوسیت داد. خاکی که ناچیزه خداوند گرفتش و کردش آدمی سر ملوهیم. یه تیکه از خمیره رو ما میگیریم که ناچیزه میکنیمش قدوش، تروما میکنیم که دوشا بهش میریم. زنه این کارا رو کرد که ببخشید میسوای خلاها رو داره که بهش یاداوری بشه بابت اون لطمه‌ای که زده بوده به جسم آدماریشون. خلای دنیا رو زن باطل کرد، میسوای خلا انجام میده. جان آدماریشون رو گرفت و جون خون آدمه، دامو به نفشو، نفش دم، نفش آدمه. بنابراین زن میسوایی داره که در رابطه با خون هست و نشمای آدم رو تأثیر گذاشت. میسوایی داره شم، شم سمبول نشماست، نه رشته نشمد آدم، برای نشما شم روشن میکنی، شمه سمبول اون نشما است. این ستاره رو دادن به خانوما مخصوصا که تیغون باشه برای گناهش. اروف و ایسرتن ارفتن جز به این نیست، به خاطر این آقایون بیشتر شریک میشن درش. اوکی رابطای عزیزان بذاشتیم دیدار ما فرا بذاشتیم. موفق اومده پیروز شما بشید. دست خوب برای خود بذاشتیم. دستتون در نکنه رب بینو. خیلی ممنون.